خانه اندیشمندان علوم انسانی. همیشه خردمند و امیدوار نبیند به جز شادی از روزگار. سلام و درود بر هموطنان عزیزم و قدردانی میکنم از انجمن علمی مطالعات صلح ایران بابت برگزاری این گردهمایی ارزشمند که تلاش کرده از جنبه‌های مختلف به موضوع صلح این گمشده ارزشمند و این کیمیای بشریت بپردازه. من هم تلاش میکنم از منظر تخصص خودم موضوع محیط زیست به ابعادی از موضوع صلح که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته بپردازم. ما در شهری داریم با هم زندگی میکنیم که 7000 نزاع در هر 100000 نفر مطابق گزارشی که مرکز مطالعات شهرداری تهران منتشر کرده درش گزارش میشه. یعنی ما سومین شهر نزاخیز جهانیم و در سومین شهر نزاخیز جهان داریم از صلح صحبت میکنیم. چرا یه همچین اتفاقی داره میفته؟ چرا مردمان پایتخت ایران در سر چهارراه‌های مختلف با هم گلاویزن و متاسفانه بیش از 1000 مورد از این 7000 مورد منجر به قتل غیر عمد و ضربات جبران ناپذیری میشه که دیه های آنچنانی داره، خانواده های بسیاری رو درگیر کرده و حتی سازمان زندان ها رو در معرض ورشکستگی قرار داده. شما میدونید که بودجه سازمان متولی محیط زیست ایران امسال که با یک رشد چشمگیری روبرو شده به 3.6 همت رسیده و بودجه قوه قضاییه ما امسال 84 همت بوده. کشوری که پولهاش به سمت تعدیب آدمهای بزهکار هدایت میشه تا اینکه بستری فراهم بشه که آدمها بزهکار نشن، هرگز در مسیر صلح و هرگز در مسیر توسعه پایدار حرکت نمیکنه. کشوری که تعداد داروخانه‌هاش بیشتر از تعداد ورزشگاه‌ها و باشگاه‌های ورزشیش رشد می‌کنه، تعداد سربازهاش بیشتر از تعداد معلم‌هاش رشد پیدا می‌کنه، در مسیر صلح و توسعه پایدار حرکت نمی‌کنه. حاج آقای افتخاری مدیر کل پیشگیری از جرم قوه قضاییه منو دعوت کرد که آقای درویش برای این موزل چی کار باید بکنیم. گفتم که قبل از اینکه تو به من بگی من بهت میگم که کدوم چهارراه‌ها در تهران بیشترین نزاع خیابانی داره درش اتفاق میفته. گفت مگه میتونی، مگه تو این اطلاعات محرمانه است، از کجا گرفتی؟ نه من از دانشکده صدا و سیما گرفتم این اطلاعات رو. فکر کرد دارم شوخی میکنم. گفتم که پژوهشی که واحد صدا انجام داده میگه که در برخی از مناطق تهران مثلا زیر پل سید خندان، میدان شوش، برق آلستون، زیر پل فردیس کرج میزان آلودگی صوتی 86 دسیبل، 90 دسیبل، 91 دسیبله. ما حد آستانه تحمل آلودگی صوتیمون 60 دسیبله و وقتی از 60 دسیبل بالاتر میره کودکان ما دچار کندذهنی میشن، ما دچار ناراحتی های گوارشی میشیم، اما بدتر از همه اینه که دچار کم تحملی میشیم، ظرفیت تحملمون به پایان میرسه. در ماشین نشستیم توی این چهارراه‌ها با بوق و دود و دم و یک باره یک نفری هم از پشت دو تا بوق اضافی میزنه و دیگه خودمون متوجه نیستیم که چگونه قفل فرمون رو در آوردیم و به استقبال همشهری خودمون رفتیم و ماجرایی که نباید اتفاق بیفته اتفاق میفته. به حاج آقای افتخاری گفتم شما برای حل این بحران دارید چی کار میکنید تو تهران؟ گفت ما تو چهارراه‌های حادثه خیز قاضی سیار گذاشتیم، قاضی سیار که چی کار کنه؟ که قبل از اینکه اینا بزنن همدیگر رو نابود کنن و به دیه و اینا برسه سریع بگیرن و شنو بازداشت کنن و یه حکمی بدن و
خلاصه جریمه رو و خسارت رو کم کنم. گفتم موثر بوده؟ گفت نبوده، چون که خب ما به ریشه نمی پردازیم. محیط زیست یکی از ریشه هاست که ما غفلت کردیم از پرداختن بهش. ما فکر کردیم که محیط زیست یک ماجرای فانتزیه. این قصه یک قصه که بیش از نیم قرن در ایران سابقه داره و میرسه به دعوای معروف شاملو و سهراب سپهری، وقتی که سهراب اون شعر مشهورش رو سرود که آب را گل نکنیم شاید این آب روان، میرود پای سپیداری تا فرو شوید اندوه دلی. و بعد شاملو گفت من شگفت زدم که امریکا داره در ویتنام با ناپالم ویتکونگ ها رو نابود میکنه، نشان نارنجی پدر مردم رو در آورده، رژیم جوان ها رو گذاشته جلوی دیوار و به گلوله میبنده و تو نگران آب خوردن یک کبوتر یا سیراب شدن یک سپیداری. این حجمه، این اتهام همیشه متوجه فعالان و متخصصان محیط زیست بوده که در سرزمینی که با مشکل معیشت روبروه، در سرزمینی که ما با بحرانهای عدیده تورم و بیکاری روبرو هستیم، شما فعالان متخصص محیط زیست چی میگید؟ شما اگه قرار باشه به حرف شما گوش کنیم که باید صنعت رو، باید کشاورزی رو تعطیل بکنیم و برگردیم به عصر حجر. ما با یه همچین اتهام‌هایی روبرو هستیم و هیچ وقت توجه نکردیم که الان ثروتمندترین وزارتخانه کشور ما کدوم وزارتخانه است؟ کدوم وزارتخانه بالاترین میزان جذب بودجه کشور رو داره؟ کسی میدونه امسال ثروت؟ نه، بهداشت. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امسال 414 همت بودجشه، 414 همت، و مقایسهش کنیم با سازمان محیط زیست که حتی 4 همت نیست. سازمانی که اگر میتونست به درستی به وظایف خودش عمل بکنه و آب، خاک و هوای سالم برای ایرانیان برمقام بیاره، بخش بزرگی از هزینه های درمانی این کشور اصلا لازم به هزینه کردن نبود. و شما وقتی میرید تو با بچه های وزارت بهداشت صحبت میکنید، اصلا بخش معاونت پیشگیری سلامت مینالن، معاونت اجتماعی میناله، میگه همه چی میره تو چاه ویل درمان، میره تو ترنوور ورود داروهای مختلف، و هیچ کس نمیپرسه چرا باید وضعیت ایران ما به جایی برسه که موفق ترین بیزینس ها در حوزه درمان باید شکل بگیره. وقتی که با چوب کمبود اعتبار سازمان‌های متولی محیط زیست و منابع طبیعی کشور رو حقیر و فقیر نگه می‌داریم، معلومه که باید در جاهای دیگر این هزینه‌ها رو چند برابر پس بدیم و سلامتی رو از دست بدیم. برایتون شاید عجیب باشه که ما فقط برای درمان دیابت، کبد چرب، سکته‌های قلبی و فشار خون نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان در سال داریم هزینه میدیم. بیماری‌هایی که ناشی از کم تحرکیه و یکی از عمده‌ترین دلایلش اینه که مبلمان شهری ما به شکلیه که بجز استفاده از خودروی شخصی در اغلب موارد راه دیگری برای تردد نداریم. ما مسیرهای جذابی برای پیاده راه، برای استفاده از دوچرخه طراحی نکردیم و اون وقت آقای قاسمی باید از این مسیر نهاد ریاست جمهوری تا اینجا بیاد و چهرهای زشتی هم ببینه، مناظر زشتی هم ببینه. آقای علایی ببخشید، واقعیتش اینه من الان دارم از کمیته تعیین رئیس سازمان محیط زیست میام که یکی از اعضاش بودم. اولین پیامکی که برای رئیس جلسه میاد اینه که آقا اینجایی که گذاشتین برای برگزاری جلسات تعیین کمیته رئیس سازمان محیط زیست جای پارک داره؟ جای پارک داره؟ یعنی اونهایی که قرار رئیس سازمان محیط زیست کشور رو معرفی بکنن هم نمیتونن به شکلی روزگار خودشون رو مدیریت بکنن که از وسایل نقل عمومی استفاده بکنن، از دوچرخه استفاده بکنن، پیاده یک مسیرهایی رو بیان.
بابای سیگاری نمیتونه فرزند خودش رو مجاب بکنه که سیگار نکشه و محیط زیست مسئله بسیار جدیه در کشور ما. یه جاهایی تو این ایران، توی این ایران عزیز ما، یه جاهایی مثل گزیر در قلمرو شهرستان بندر لنگه در هرمزگان 106 ساله که قتلی اتفاق نیفتاده و شما اگر به گزیر برید، یه روستاست، یه کتابخونه اونجا میبینید که 15,000 جلد کتاب داره و وقتی که سیل اتفاق میفته همه مردم شادی میکنن، چون بیش از 1,000 ساله که یاد گرفتن چگونه این سیل ها رو شدتش رو کاهش بدن، اجازه بدن گلالودگیش کم بشه و چاه‌های جذبی ساختن به عمق بیش از 60 متر و این آب رو هدایت میکنن به آبخانهای درشتانهی که در منطقهشون هست و تا چند سال نخلستانهاشون رو با همین سیل آبیاری میکنن و یک کیفیت درخور زندگی رو ایجاد میکنن. در گزیر بیش از 1,000 ساله که یاد گرفتن سیلها نعمتن و نه نقمت با قاف و اونجایی که اینا یاد گرفتن، آدم وقتی میره تو بینشون میبینی که موفقیت اتفاقی نیست، همشون اهل مطالعه ان، اهل فرهنگ ان، اهل کتاب ان و مصداق بیرونیش میشه که اهل خشونت نیستن، اهل صلح. 106 ساله که اونجا قتلی اتفاق نیفتاده. شما اگر میرید به دیزباد بالا در فاصله بین نیشابور و مشهد با یه تابلوی روبرو میشید در ورودی این روستا: مبادا شکار، مبادا تبر بر درخت و بهار، محیط و زمین را نکو پاک دار. شعار مردم دیزباد بالاست. در دیزباد بالا کسی درختان بلندقدر رو قطع نمیکنه. این یک معاهده 10 ماده‌ایه. چرا؟ به خاطری که باورشون بر اینه که در درختان بلندقد پرنده ها احساس امنیت میکنن. چرا انقدر دوست دارن که پرنده ها احساس امنیت بکنن؟ چون که پرنده ها کرم خرات گردو و گیلاس رو کنترل میکنن، نیازی نیست که از سم استفاده بکنن. پرنده ها در مسیری که پرواز میکنن وقتی فضله هاشون روی زمین میریزه حاصلخیزی خاک رو زیاد میکنه و نیازی نیست که از کودهای شیمیایی استفاده بکنن و وقتی در محیط های تالابی میریزه غذا میشه برای ماهی ها و درآمد صیادی رو افزایش میده و نغمه های شورانگیزشون حال مردم دیزباد بالا رو خوب میکنه. در دیزباد بالا هر سال به بهترین لبخند جایزه میدن. میگن تو وقتی قشنگ میخندی نه فقط حال خودت، که حال کسانی که تو را هم میبینن خوب میکنی. دیزباد بالا به یک مقصد گردشگری تبدیل شده. وقتی واردش میشین 15,000 تومان از شما میگیرن، یک کیسه زباله به شما میدن و میگن اگر این کیسه رو پر شده به ما تحویل بدی، اون 15,000 تومان رو به همراه یک بسته کلوچه به بر میگردونی. دیزباد بالا از 1325 مدرسه داره و توی اون مدارس درس محیط زیست و زبان انگلیسی به بچه ها داده می شده. در دیزباد بالا 86 ساله که قتلی اتفاق نیفتاده و 86 سال پیش یک مسافری که عبور می کرده اونجا این اتفاق رو رقم زده. شاید باورتون نشه ولی در برکه ها و استخرهای دیزباد بالا همه جا یه تیکه چوب انداختن، یه تیکه چوب توی اون برکه ها. چرا این تیکه چوب انداختن؟ چی؟ وقتی که یه پرنده، یک پروانه، یه زنبور میخواد آب بخوره غرق نشه و راحت بتونه. اونها هم ملت ایران هستن و وظیفه انجمن مطالعات صلح ایران، وظیفه شما فرهیختگان اینه که اینها رو بزرگ کنیم. چگونه هست در چنین فرهنگی که فردوسی عزیزش میگه همیشه خردمند و امیدوار نبیند به جز شادی از روزگار، در پایتختش 7,000 نزا در هر 100,000 نفر باید رخ بده. این هاست که به هم دیگه رفت پیدا میکنه برای اینکه کیفیت زندگی رو ارتقا بدین.
هر جایی که حال محیط زیست خوب بوده، هر جایی که ما تلاش کردیم تا محیط زیست رو ارتقا بدیم، یعنی رقابت برای تامین آب، غذا و خاک رو کاهش بدیم، حال مردم در اون منطقه خوب بوده و اتفاقاً صلح، مدارا و مودت ارتقا پیدا کرد. یک جایی در ایران عزیز هست که بیشک در هیچ جای دیگری از آسیا، احتمالاً در جهان، من هر چی سرچ کردم پیدا نکردم، وجود نداره. 411 ساله که در اونجا قتلی اتفاق نیفتاده. جایی در دامنه‌های شاهانکو بین استان‌های چهارمحال بختیاری، لرستان و اصفهان، بام ایران در ارتفاع 2550 متر، فریدون شهر اصفهان. 411 ساله که اونجا قتلی اتفاق نیفتاده. ما اونجا زیباترین آبشارهای ایران رو داریم، مثل پشندگان، مثل پونزار. توی گوگل سرچ کنید باورتون نمیشه که اینجا ایرانه. ما پرتراکم ترین رویشگاه جنگلیمون رو، بلوط رو، در اون منطقه داریم. ما اونجا 159 پرنده داریم. طبیعت به روی مردمش لبخند میزنه و مردم اون لبخند رو جواب میدن. قوی ترین انجیو های ما، دوست داشتنی ترین انجیو های ما، سلحشورترین انجیو های ما اهل فریدون شهر اصفهان هستن. کسایی که مخالف طرح های انتقال آب به ضرر ظاهرا استان خودشون عمل میکنن، اما وقتی وارد خونه هاشون میشی میبینی دست کم یکی از ردیف های خونه هاشون پر از کتابه. در فریدون شهر اصفهان فارس، ترک، لور، ارمنی و گرجی کنار هم زندگی میکنن، اما یاد گرفتن که با هم گفتگو کنن. ما باید فریدون شهر اصفهان رو معرفی بکنیم، اگر که دنبال آرمان جهان عاری از خشونت هستیم، و به این ترتیب بگیم که فرهنگ ایرانی چی بوده و چی باید باشه. این کاریه که ما باید انجام بدیم. یه بانوی عشایر رو در اون منطقه دیدم که به زحمت برای خودش یه گالون آب رو برده بود تا ظرف و لباساشو بشوره. خیلی تعجب کردم، رفتم جلو بهش سلام کردم. در منطقه پشندگان گفتم چرا اینقدر به خودت زحمت میدی؟ اینجا پر از رودخونه است، پر از چشمه است، چرا اینقدر داری سختی میکشی؟ خانم بلافاصله گفت آقای مهندس، من همینقدر آب برای رفع نیازم و شستشوی لباسام و ظروف کافیه. من از کجا میدونم که این پایین دست این چشمه یا این رودخونه شاید یه پرنده بخواد آب بخوره؟ چرا باید اون رودخونه رو آلوده کنم؟ من دارم از جایی برای شما میگم که بالاترین سرانه آبی ایران رو داره. میانگین ریزش‌های آسمانیش بالای 1100 میلیمتر به طور میانگینه. ولی چنین مردمی داره، مردمی که به قول سهراب آب رو میفهمن، گل نکردندش. مردمانی که سهراب میگه که گاوهاشون شیرفشان باد، و به نظر من فرزندان سزاوار واقعا سهراب سپهری هستند که در بالادست زندگی میکنن و به حرمت پایین دست آب رو گل نمیکنن. و ما در بالادست چی کار کردیم؟ ما در بالادست کاری کردیم که تالاب گاوخونی در پایین دست نابود شد و گونه اندمیک ما افانیوس گورماهی اصفهانی داره از بین میره. ما در بالادست کاری کردیم با زدن سد ملا صدرا سیوند که مهمترین تالاب مرکزی ایران بختگان، تشک و کمجان نابود شده. ما در بالادست کاری کردیم که هورالعظیم، هورالحمار، هورالهویزه و شادگان در معرض نابودی قرار گرفته و چشمه‌های تولید گرد و خاک را افتاده. ما با سد کرخه که افتخار صنعت مهندسی ماست، بزرگترین سدمون، کاری کردیم که هموطنان ما در رفیه، در سوسنگرد و در بستان میگن اون سد اسمش کرخه نیست، اون سد اسمش سد عرب کشه. برای اینکه ما فقط منافع خودمون رو دیدیم که چگونه چه کاری کنیم که استخراج نفت از میدان آزادگان را 20% کم بکنیم
پول کمتری خرج بکنیم، پول کمتری بدیم به چینیا تا برامون نفت بکشن بیرون. و اصلا فکر نکردیم که این تالاب رو وقتی خوش میکنیم و چشمای تولید گرد و خاک رو که افزایش میدیم و اون کولر طبیعی رو از مردم اهواز میگیریم، چه بلایی داریم سر خوزستان میاریم و چگونه میزان مهاجر فرستی خوزستان رو به بالاترین نرخ در بین استانهای کشور افزایش دادیم و تنشهای اجتماعی رو افزایش دادیم و از صلح دور شدیم. هر جا که محیط زیست میرود، جنگ، خشونت و نفرت میآید. آرمان ما باید حفظ محیط زیست وطنی باشد که دوستش دارم و میدونم که دوستش داریم. درود بر شما.